من شرکت تبلیغاتی داشتم، شرکت تبلیغاتی داشتم. اون سالها یک اتفاق عجیب داشت تو تلویزیون میافتاد. به دستور آقای لاریجانی یه دستور صادر شد، نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، دستور صادر شد که یک شبکه خصوصی تأسیس بشه تو تلویزیون. این خیلی اتفاق بزرگ و مهمی بود، چیزی که هنوزم نیفتاده، به اسم شبکه اقتصاد. خب من شرکت تبلیغاتی داشتم، مفصل کار تبلیغات میکردم. من اصلا کارگردانی با دوربین رو از تیزر سازی یاد گرفتم، اینکه چی با چی مچه، قاب بندی ها یعنی چی، حرکت دوربین یعنی چی، دکوپاژ یعنی چی، کار تکنیکال کردن یعنی چی، ویژوال استفاده کردن یعنی چی. تو تیزر خیلی اینا مرسومه و خب منم خیلی تیزر ساختم در زندگیم، جوایز تیزر سازی هم بردم و شرکت موفقی هم بودم، یعنی جز چند تا شرکت موفق اون موقع تیزر ساز اون دوران بودم. ولی عرضم اینه که اون شبکه که داشت راه میافتاد به من پیشنهاد شد که یک کاری برای اون شبکه بسازم و من تنها، یعنی من و یک دوست دیگه که مشترکاً پروژه رو به عهده گرفتیم، یعنی هم تهیه کنندگیش رو با هم انجام دادیم هم کارگردانیش، اون سویچ میکرد، من کارگردان هنری بودم و سرپرست تیم نویسنده. تصمیم گرفتیم که این پروژه رو انجام بدیم. قرارداد چی بود؟ 180 قسمت سریال شبانه. خب شروع کردیم، شروع کردیم. عملا من از شرکت تبلیغاتیم فاصله گرفتم، شروع کردیم به اون ساختن و اون هزینه. از یک جایی به بعدش اونا دیگه پول ندادن، تأسیس شبکه منحل شد، قرار نشد دیگه اصلا اون شبکه وجود داشته باشه و اون سرمایه گذارها اعلام کردن که ما دیگه ریالی نداریم پرداخت بکنیم و من موندم و دوست عزیزم هم که شریک من بود اونم جیبش خالی بود. من موندم با یک شرکت تبلیغاتی که یک عالمه سفارش داشت که درست بهش رسیدگی نشده بود و بعد اونا سر و سامون داده میشد و کلی هم ماجراهای مالی داشت و یک پروژه شکست خورده مالی و اینا اومد تو دست من. من برای اینکه بتونم یه دوره بدهی ها رو پرداخت بکنم مجبور شدم شروع کنم به فیلم بازی کردن و هر پروژه که عدد بزرگتر به هم میداد راحت‌تر میپذیرفتم. به علاوه اینکه خب حالا بازیگرم بودم، دوستان منم بودن، کارگردان هایی بودن، تهیه کننده هایی بودن، بازیگرایی بودن که از کار کردن با اونها هم علاقمند به کار کردن با اونها هم بودن. ولی در یک شرایط بسیار سخت مالی گرفتار شدم که بازیگری بخش جدی از بدهی های من به آدم ها رو چیز کرد، تأمین کرد.